و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. یقینا که ما انسان ها با وجودی که امروزه پیشرفت های بسیار چشمگیری در سیستم محاسبات ایجاد شده و کامپیوترهای بسیار عظیم و بسیار با کیفیت ساخته شده، باز هم ما توان شکرگزاری و توان شمارش تمام نعمت های خدای عزوجل هم در بدن خود و در محیط و پیرامون خود نداریم. یکی دیگر از نعمت هایی که خداوند در بدن ما قرار داده، نعمت داشتن ابرو و پلک است. ابروها از تعدادی از موهای تشکیل شده که در قسمت پیشانی ما بالای چشم قرار داره. وظیفه از اونا معمولا در شناسایی هم استفاده میشه و در مطالعاتی که در 2015 شده بود، این اتفاق افتاد که در شناسایی حتی از چشم هم میتواند مهمتر باشه، چون ممکنه تمام قسمت‌های بدن انسان به مرور زمان تغییر بکنه، ولی ابروها کمتر به تغییر معروض میشه و میتونه جایگاهی بره شناسایی بده و همچنین به جایگاهی که قرار داده شده به زیبایی چهره انسان کمک میکنه، که بعدا ما میبینیم که ابروها از وظایف برخوردار هست که کنترل نور برای چشم را انجام بده و همچنین محافظت دیگه ای که ابروها میتونه انجام بده این ای هست که زمانی که ما عرق میکنیم و پیشانی ما مملوء از عرق میشه یا در زمانی که بارندگی اتفاق میفته، میبینیم در داخل چشمان ما ای آب عرق یا آب باران کمتر داخل میشه و یا گاهن ممکنه هیچ داخل نشه. توسط ابروها ما میبینیم خوشی، غم و یا اینکه غضب ممکنه به طرف مقابل نشان بدیم. پس ابروها جایگاه ویژه‌ای در زیبایی و کنترل و یا اینکه نشان دادن احساسات ما داره. ابروها میبینیم که خدای عزوجل به مقابل عزیز باز برای چشم ها پلک ها قرار داده که میبینیم در کنترل خود مایعی که در داخل چشم هست میبینیم رول داره. موهایی که اطراف از او قرار داره به شکل مژه میبینیم که اونا هم در زمانی که گرد و خاک و یا که جسم های اجنبی بسیار ظریف و ریزی ممکنه به سمت چشم ها ما حرکت بکنه، در زمانی که باد هست میبینیم که محافظت میکنه چشم ها رو و در کنترل مایعی که در داخل خود چشم هست که تبخیر نشه، اینا رول اساسی داره تا اینکه چشم ها معرض به خشکی و معرض به یک سری امراض دیگه ای که از خشکی ممکنه که متصور بشه و اتفاق بفته که کمتر معرض میشه و کمتر مصاب میشه. هر کدوم از اینا نقش ویژه‌ای در سیستم صحتمندی بدن انسان داره. ببینیم اگر پلک به شکل منظم حرکت نکنه و به شکل درستی که در بدن ما قرار داره حرکت را انجام نده، ببینیم که چشم ها معرض به خشکی و بعد از او طریق معرض به یک سری امراض میشه که ممکنه تداوی از اونا و درمان از اونا جز با جراحی و چیز دیگه نباشه. خدای عزوجل این بدن بسیار زیبا و بدن بسیار نرماله که به اختیار ما قرار داده، حتی از ظریف‌ترین چیزها هم میبینیم بدن کنترل میکنه و میبینیم زمانی که ما نیاز داریم چشم ها خود باز بکنیم، چشم ها به شکل نرمال باز میشه و پلک ها بالا میره و بعد زمانی که خسته میشیم یا یک زمانی که آب چشم ما کم میشه، مانند یک برفپاک میایه، برفپاکی که روی شیشه های موتر هست میایه و اور با یک پلک زدن میبینیم اور چکار میکنه، مرطوب میکنه و چشم به اختیار ما قرار میده که مرطوب هست و میتونیم ما در دید بهتر خود از او استفاده بکنیم. اگر همین آبی که در داخل چشم انسان قرار داره در روی چشم قرار داره و اور مرطوب میکنه، اگر نباشه و همیشه چشم ما به مقابل نور اشعه نوری قرار داشت بگیره و همچنین در مقابل باد قرار بگیره، میبینیم که چیکار میشه، بسیار خشک، چملک، شکنند میشه که بعدا ممکنه که انسان دید خورم از دست بده. پس اینایه که از دید بسیار خوب بره ما مار برخوردار میکنه. اجسام مضری که ممکنه وجود داشته باشه در اطراف ما که توسط خود ابروها اونا دفع میشه، مثل خود عرق هست، با وجودی که عرق از بدن خود انسان هست و زمانی که ممکنه مقداری و زیادتر از حالت معمول باشه، اگر همین ابروها نباشه و اونا رو به دو طرف راهنمایی نکنه و به دو طرف به حساب نریزونه، مستقیم وارد چشم بشه و همی اگر زیاد باشه چشم رو تخریش میکنه و زمانی که چشم ها تخریش شد، میبینیم به اینجاگاه پلک وارد عمل میشه. پلک باعث میشه که حرکت ها خود سریعتر انجام بده تا اینکه همون مایعی که از بیرون وارد چشم شده او از غلظت از او بکاهه
او کمتر مضر بکنه برای چشم ها، تا جایی که میبینیم ما دیگه حس تذیر نمی کنیم که در داخل چشم ما ممکنه چیز اجنبی وجود داشته باشه. در زمان های مختلف ممکنه که ما به مقابل باد قرار گرفته باشیم یا یک گرد خاک خیلی کم و ظریفی وارد چشم ما باشه، یا گاهن میبینیم حشرات بسیار ظریفی که در جریان باد وارد چشم ما میشه، میبینیم پلک ها وارد عمل میشه، به اونجا مایع زیادتر افراز میشه و چشم بدون از اینکه ما خواسته باشیم به شکل غیر ارادی میشوره، او پاک میکنه و چشم رو به اختیار ما قرار میده تا اینکه دید بهتری داشته باشیم. پس خیلی خوب هست که ما بیاییم حداقل کاری که میتونیم به عنوان یک وظیفه انجام بدیم اینه که وارد گوگل بشیم و بعدا ببینیم اونجا که ابرو و پلک با وجودی که خیلی چیزهای ظریف و ممکنه پیش پا افتاده باشه، ممکنه هر کدوم از اینا اگر نباشه، ما تصور از این بکنیم که ما از زندگی صحتمند ممکنه برخوردار بشیم و زندگی خود نرمال بتونیم به پیش ببریم. ببینید که دوچار چقدر خلل های زیاده در داخل بدن خود میشیم. وقتی که دید خوبی برخوردار نباشیم، مطمئنن عقل ما هم درست شاید کار نتونه بکنه. و زمان ما میتونیم یک انسان رو سالم بگیم که حتی ابروها از او هم و پلک‌ها از او هم به شکل نرمال و به شکل منظم و بدون از او که نفر متوجه بشه، منظم هر دو با هم حرکت بکنن و هر دو با هم کار بکنن. اگر یک پلک زودتر بیایه بیفته و پلک دیگه دیرتر بیایه، به یک انومالی، به یک مشکلی ما دوچار شدیم و بعدا میریم دنبال از این میگردیم که او درمان بکنیم و زمانی که رفتیم دنبال میبینیم هزینه ها از او، مشکلات از او، بعضی میای متوجه از این میشیم که خدای عز و جل حتی همین پلک ها هم که با هم حرکت نمیکنن چقدر نعمت بزرگی هست که اینا با هم حرکت میکنن و با هم پلک میزنیم و با هم اینا کار میکنن تا یک بدن صحتمندتری به اختیار ما قرار بدن، تا اینکه ما بتونیم دید بهتری داشته باشیم، تا اینکه ما بتونیم مطالعه و تلاوت بهتری بکنیم، تا اینکه ما بتونیم در دید بازدیدها خو افراد رو بشناسیم و شناخت بهتری داشته باشیم و بعدا به این گزینه برمیخوریم که بیاییم ما شکر خدای عزوجل رو انجام بدیم، به اینکه خدا آن ابرو داده برای ما و پلک داده برای ما و هر کدوم از اینا به شکل منظم در جایگاه خاصی که داره قرار داده شده. اگر یک ابرو و یا یک پلک بالاتر یا پایینتر قرار میداشت، بیم تصور بکنیم که ما با دید اولی که از نفر داشتیم چی به ذهن ما می آمد. مطمئنن ای به ذهن ما می آید که نفر سوء شکل داره، نفر ممکنه مصاب به یکی از امراض ولادی شده باشه، یا اینکه به جریان زندگی توسط جراحی های مختلف یا توسط ضربات مختلف به این مرض دچار شده باشه، که او فرد هم از این حالتی که ممکنه ابرو از او تا بالا یا مشکلات دیگه که دچار شده بری از او رنج ببره. یا خود ما وقتی که سالم هستیم میاییم شکر خدای عزوجل رو به جای میاریم و هم به زبان خود و همچنین به اطراف خود شکر خدا رو میکنیم تا اینکه خداوند از ما راضی باشه و این نعمت بسیار عظیمی که به عنوان پلک، ابرو، چشم و این سیستم بدن بسیار زیبا و نرمال رو اختیار ما داده، شکر از او به جای بیاریم. خداوند شکرت که بدن بسیار زیبا و سالم به اختیار ما قرار دادی و این نعمت را از ما نگیر و این نعمت را بر ما دوامدار به اختیار ما قرار بده تا یک از ما راضی میشه.